بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید در نبض سلامتی صبح زندگی با بخش های نسخه سوخت و ساز و تازه های طبی امروز هم یکی از موضوعات جالب را انتخاب کردیم در بخش داخله و می که بر شما عزیزان در رابطه به اثرات ناگوار کمخوابی یا بیخوابی معلومات بدیم. هموطنان عزیز ما که بیشتر توجه به خواب خود ندارند و ممکن که خواب آرام داشته باشند در جریان روز هم دچار مشکلات میشن که نمیتوانند فعالیت های روزمره زندگی خود را به صورت نرمال و خوبتر سپری بکنن ای که ما چطور می‌تونیم خواب آرام داشته باشیم یک فرد در طول یک شبانه روز چند ساعت خواب نرمال باید داشته باشه و کسایی که بیشتر کم خواب هستند با چه مشکلات مواجه خواهند شد تمام این موارد را می خواهیم صحبت بکنیم با دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی که مهمان ما هستند دکتر صاحب امید خیبر متخصص امراض داخله بسیار خوش آمدید دکتر صاحب وقتتان بخیر سلامت باشین عرض ادب و سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز تلویزیون با امید سلامتی و سلامتی همه وطن سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از حضور شما از ای که دعوت ما را پذیرفتین صحبت های بیشتر و مفصلتر تر داشته باشیم با دکتر صاحب امید خیبر متخصص امراض داخله که امروز هم مطمئن هستم گفتنی های خیلی جالب و ارزشمند مثل همیشه بر ما دارن خب دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگوین که یک فرد نارمل در حالت عادی باید چند ساعت خواب کامل داشته باشه درست خواب انسان تنظیم شده به مو و یا کدام سنی که افراد قرار دارن نظر به او تقسیمات مختلف صورت گرفته <applause> اما یک فردی که در آه، آه، سن جوانی قرار داره و به صورت اوسط باید 7 الا 9 ساعت در 24 ساعت با چی بکنه خواب بکنه کتاب تا فعالیت‌های های منظم و فعالیت های روزانه را باید به با صورت منظم انجام بده که اونمون نتیجه که مثبتی که هست باید حاصل شوه بسیار خوب پس از صحبت های دکتر صاحب نتیجه گرفتیم که خواب بر همه افراد در همه سنین میتونه بسیار مهم و ارزشمند باشه اطفال که سن سال خردتر دارند به خواب بیشتر و بزرگسالا و افراد مسن هم به خواب کمتر نظر به سن سالشان ضرورت دارند حالا دکتر صاحب در رابطه با تاثیرات منفی و ناگوار کمخوابی صحبت بکنین اگر ما خواب نارمل نداشته باشیم یا از معمول که تعیین شده هست خواب ما کمتر باشه در جریان روز و در فعالیت های زندگی خود با کدام مشکلات مواجه میشه درست است خوب است که در اول ما بگیم خود بیخوابی چی است چرا که یک تا افراد نخواد بفهمن که بیخوابی یعنی چی یا شاید تو فکر بکنن که یک شب ما در کدام جای باشیم یا برای دوستا باشیم استراحت نکنیم شاید بیخوابی باشه در حالی که این گونه نیست زمانی که یک فرد بیخواب میشه میتونه که روی یک تا مشکلات به صورت آنی یا روی بدن ما یک یک پرابلم ها یا مشکلات را خلق که مشکلات دفعتنی یا آنی هستند و اگر اگر یکی خوابی که بلند باز میگیم که بیخوابی هم به چند سنف یا به چند کلاس تقسیم میشه اگر این بیخوابی به صورت طولانی مدت باشه میتونه که یک تاد امراض مزمن و طولانی مدت بر بدن ما ایجاد بکنه بله. بسیار خوب دکتر صاحب حالا هم صحبت های خود با هم ادامه میتیم با دکتر صاحب امید خیبر متخصص امراض داخله و اطلاعات پیشتر بیشتر هم صحبت های مفید داشتن در مورد از اینکه ما اگر کم خوابی داشته باشیم یا خواب آرام داشته باشیم با چی مشکلات کوتاه مدت و طویل المدت میتونیم که دوچار شوین ولی ای که چی مشکلات کوتاه مدت هم میتونه بخوابی بر ما ایجاد بکنه و کدام مشکلات طویل المدت را میتونه بر ما به میان بیاره خوب از دکتر سب در رابطه هم بر ما روشنی میدازه درست اگر یک فرد مسابق کم خوابی میشه کدام مشکلات برش میشه قبل ازی خود مشکلات بیخوابی را به سه بخش تقسیم میکنن ام. یکی مشکلات بیخوابی یا کمخوابی گذرا هست که کمتر هست یک هفته طول میکشه بعد ازی فرد دوباره نارمل میشه و همه خود خواب تمام گپش نرمال میشه مشکلات است که به صورت حاد میگه میشه حاد حالتی است که یعنی تا یک هفته الی شش هفته رو در میان میگیره و اگر اینمی حالت بیشتر از شش هفته شوه در این صورت باز ما او را حالت مزمن میگیم بسیار در صورتی که به صورت گذرا یا به صورت حاد نزد یک شخص کم خوابی با وجود آمده باشه در این حالت فرد میتونه که به عمو حالت تجربه بکنه که فرد حالت مسترب می داشته باشه و دیگه سیستم هضمیش به مشکلات دچار میشه چون زمانی که این فرد میخوای کار بسیار خوبتر انجام بده اونو انرژی و اون حالت تعادل ذهنی که باید داشته باشه نداره به ای خاطر بح... اینا بیشتر میان رو میارن به خاطر از از غذاهای مصرف بکنن که بتونن انرژی بیشتر برشان بتن اینی ای حالت سبب میشه که این فرد اضافه وزن پیدا بکنه در اول پرشته ها میشن پرخوری پیدا میکنن و بیشتر رو میارن به اینکه مثلا از الکل استفاده بکنن یا از کافین بیشتر استفاده بکنن و خود استفاده از این مواد هم میتونه که تاثیرات عوارض جانبی دیگه روی بدن داشته باشه دیگه میتونه که فرد از لحاظ برخوردهای که در جامعه داریم از این لحاظ هم دچار مشکل بسا میتونه یک فرد زشت شوه میتونه که در برخوردها یا در قضاوت های خود دچار مشکل شوه اینی تاثیراتی هست که میتونه در کوتاه مدت بر شما مشکلات ایجاد بکنه بحب. اگر این بیخوابی شما به یک مدت زمان طولانی مواجه میشه یا یک تجربه میکنه یک فرد در این حالت میتونه که یک مشکلات بسیار جدی و خطرناکی را که حتی میتونه تهدید کننده حیات ما باشه میتونه بر ما ایجاد بکنه تشکر دکتر صاحب امیدوار هستم که مرحله که شما گفتین مردم عزیز ما نرسه و کوشش بکنن که حتما در قسمت خواب خود توجه بیشتر داشته باشن و تشکر خاص میکنم از همه شما هموطنان عزیز ما که بخش های مختلف نبض سلامتی را به خاطر دیدن انتخاب کردین و تا این لحظه هم دکتر صاحب امید خیبر متخصص امراض داخله در رابطه با تاثیرات بیخوابی بالای بدن صحبت های بسیار مفید و ارزشمندشان هم ما و شما شریک کردن ولی در این لحظات از هم دکتر صاحب برما که ما چطور که در طول شب خواب آرام داشته باشیم و کسایی که بیشتر دچار مشکل کمخوابی میشن خواب آرام نمی داشته باشن چندین مرتبه از خواب بیدار میشن در جریان شب چطور اینا میتونن که خوابشان نرمال بسازن درست یک از عواملی است که ما بازدارنده خواب است یا آلتی که ما باید به خواب بریم این مرحله رو طولانی میسازن معمولا تحقیقاتی که صورت گرفته استفاده از موبایل هست خصوصا مثلا شبکه های اجتماعی یا یک مسیج تحقیقاتی که صورت گرفته میگه اگر بر شما یک مسیج یا یک تکست می و شما ایره میخوان یا جواب میتین سی دقیقه دقت طول میکشه که در این مدت زمان سی دقیقه شما دوباره به خواب برین یعنی یک تکست یا یک مسج میتونه که سی دقیقه خواب شما را به تعویق بندازه <applause> به این اندازه و یا مثلا استفاده از شبکه های اجتماعی یا دیدن تلویزیون ای عواملی است که میتونه که در بیخوابی شما نقش داشته باشه و قبل از اینکه شما میخواین که بخواب برین از این وسایل نباید استفاده بکنین دیگه یک تا مسائل دیگه است که در خواب شما نقش داره این ای کدام هست مثلا شما در جایی که سرات میکنین آیا اوجا منظم هست توشک که استفاده میکنی یا از تختی که استفاده میکنی نه باید بسیار نرم باشه نه باید بسیار سفت باشه و شما باید راحت باشین مثلا چراغ صدا و یا اونمو آلودگی که در محیط هست که مثلا میتونه در جمله صدا هم شامل باشه این عواملی هست که مثلا در خواب شما نقش داره اگر شما اساس هستین و یا بیشتر مثلا در نظر میگیرین این ای ای نکات در نظر بگیرین که تا بتونین خوبتر به خواب برین اگر فرد با وجود که مثلا این مسئله در نظر میگیره کنترل میکنه و کدام مشکل خاص دیگه ای که مثلا عامل شوابه ای که این فرد احساس کمخوابی یا بیخوابی بکنه موجود نیست یا بیان روی امراض فکر بکنه مثلا این فرد یک فرد است که استراب داره مثلا انکزایتی داره یا مثلا مشکلات روانی دپریشن دارن <تصفح> یا حالت حیجانی برشان پیش آمده و یا این افراد مثلا مشکلات خاص دیگه که آ، آ، ترس آ، نزدشان ایجاد شده ای عوامل هست کوشش بکنن که امرو با ای بر کنار بیاین و اگر نمیتونن بر کنار بیاین خوب تر است که هم به یک روانشناس مراجعه بکنن و هم دوا استفاده شود معمولا به خاطر ازی که یک داد افراد همرو با تمام نکات در نظر گرفتن نکات نمی، نمیشه که بیاین خوابشان تنظیم شه معمولا از برشان از دواها استفاده میشه مم. که این دواها نظر به اونمو ارزیابی مریض و متخصصی که باید ارزیابی میکنه دوا را به دوز معینش و مدت زمان معینش بکنه تجویز بکنه که تا از این حالت مشکل رهایی پیدا بکنه یک دنیا تشکر دکتر صاحب عزیز و گرامی امید خیبر متخصص امراض داخل از ای که دعوت ما را پذیرفتین و در بخش نبض سلامتی صبح زندگی صحبت های ارزشمند و مفیدتان با ما بینندا شریک کردید سلامت باشید خوب خوشبختان میخوام از شما هم یک دنیا تشکر میکنم کنم بینندای عزیز و مهربان از اینکه بخش های مختلف برنامه را به خاطر دیدن انتخاب کردیم همچنان با ما باشین تا ساعت ده و از داشته های بعدی برنامه لذت ببرین شکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین